تماشاچی هستیم. کابین خوب نیست. کابین اون چیزی که مردم عزیز ما که رفتن رأی دادن، آقای دکتر پزشکیان خوب نیست. چرا؟ آن چیزی که شما به مردم قول دادید این نبود. 24 ساعت بعد از معرفی کابینه پزشکیان و استعفای ظریف، همچنان واکنش ها ادامه دارند. مسعود پزشکیان هنوز صحبت و واکنشی درباره استعفای ظریف و نارضایتی اون نداشته. اما ظریف یک روز بعد از این استعفا در پیغامی جدید گفت: پیام دیشب من به معنای پشیمانی یا ناامیدی از پزشکیان یا مخالفت با واقع‌گرایی نیست، بلکه به معنای تردید در مفید بودن خودم در معاونت راهبردیه. البته برخی مردودین از جانب مردم با تفسیر عجیبی از قانون مصوب 1401 اشتغال بنده در مشاغل حساس را به بهانه‌ای برای فشار بر دولت 14 تبدیل کردند. بنده نیز برای جلوگیری از هر گونه شایبه یا بهانه برای کارشکنی در کار دولت پزشکیان، هفته گذشته طی نامه‌ای از معاونت راهبردی انصراف داده بودم. ظریف در ادامه با اشاره به چند نکته گفت: 40 سال پیش در هنگام تحصیل فرزندم در آمریکا به دنیا آمد و به لطف خدا بنده، همسر و فرزندانم ساکن ایران عزیز هستیم و 1 متر مسکن در خارج از ایران در تملک یا حتی اجاره نداریم. حتی به دلیل تحریم‌های آمریکا و کانادا امکان سفر توریستی به این دو کشور را هم ندارم. هیچ نهاد نظارتی مخالفتی با معاونت بنده اعلام نکرده. پزشکیان بزرگوار با شجاعت و صراحت اصرار بر ادامه کار بنده داشتند و آنچه باعث گزارش دیشب شد تردید در مفید بودنم در معاونت راهبردی بود و آن بهانه سیاسی دلیل بازگشت به دانشگاه نبود و تنها مزید بر علت بود. هنوز به تمام اون چیزهایی که در دوران انتخابات گفتم باور دارم و با تمام توان از دانشگاه برای ایران در خدمت شما و ایشان خواهم بود و از همه ایرانیان میهن پرست و توسعه خواه تقاضا دارم که بر پشتیبانی خود از ایشان بیفزایند و ایشان و دولتشان را تنها نگذارند. شرمنده بزرگواری همه شما هستم. حمید رسایی که پیشتر مدعی غیرقانونی بودن و استعفای اجباری جواد ظریف شده بود، با اشاره به این ویدیو قبلی خودش نوشت: وزیر اطلاعات با حضور در کمیسیون به سوالم پاسخ دادن و گفتند تلقی رئیس جمهور این بود که برای انتصاب معاونین نیاز به استعلام نیست. آقای ظریف پس از استعلام به دلیل تابعیت فرزند استعفا دادند. برای کلیه افراد پیشنهادی استعلام شده. به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس حتما عمل می شود. فردا وزیر محترم اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی میاد برای پاسخ دادن به سوالی که توسط بنده و تعدادی از همکاران مطرح شده. موضوع سوالم انتصابات اخیر رئیس جمهور محترم هست و مسئله استعلامات، اینکه استعلامات صورت گرفته و این انتصاب ها انجام شده یا بدون استعلام بوده، یا نحوه پاسخگویی به این استعلامات چگونه بوده با توجه به گزارش های متعددی که دست ما رسیده و این گزارش ها حکایت از این میکنه که برخی از انتصاب ها اون شرایطی که ذکر شده در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس رو ندارن. ما میخواییم بدونیم که آیا استعلام کردن و نصب کردن، یا اگر استعلامات پاسخش منفی بوده باز اینا همه جرم‌انگاری شده در این قانون و در این صورت باطل هم میشه، یعنی اون انتصابات ها ملغا دونسته شد. مسعود پزشکیان اما امروز دوشنبه در جلسه دولتی ها حاضر نبود، اما معاون اول اون محمد رضا عارف بدون نام بردن از ظریف گفت: راهبرد انتخاب مدیران و وزرا در این دولت توجه به تفکر سیاسی نیست و باید مدیران دولت 14 به دنبال تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مطالبات مردم و وعده‌های داده شده توسط رئیس جمهور و در رأس همه آنها حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم باشند. این جلسه البته با بخش جنجالی دیگه‌ای از صحبت‌های عارف درباره زنان وایرال شد. بعضی از حرکات و رفتار حد اکثر یک نگاه مسکنی به حل مشکل داریم. علت هم روشن هست.
جامعه ما از نظر روانی آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان رو نداره. واقعیتیه در خانه همینه. ما در خانه هامون هنوز ببینید نگاهی که به زن میشه یا نگاهی که خود خانم ها به آقای منزل میکنن، به پسرا، به شوهرا چیه؟ تو جامعه میای هنوز بعد از 4 دهه از پیروزی انقلاب گذشته و نقش زنان را هیچ کس نمیتونه منکر بشه، چالش جدی داریم برای حضور زنان در بعضی از مجامع ورزشی اجتماعی. این واقعیتیه که امروز ما باش روبرو هستیم. بعد از اون اما گفتند این حرفای عارف تختی شده است و عارف در این جلسه از سپردن وزارت راه به یک زن و زنان دفاع کرده. من مطمئنم حالا خوششانسی شماها ایشون امروز اینجا تشریف نداشت، اگر بودن این سوالا میکردن. خب همه این کارا کردید، به چه هدفی رسیدید؟ یعنی این 4 سال 3 سالی که این قضاوت کشه شده، وضعیت زنان تو جامعه ما چقدر تغییر کرده؟ آیا از این روانی جامعه آمادگی پذیرفتن مدیریت زنان رو پیدا کرده؟ خود زنان آمادگی پذیرفتن مسئولیت رو پیدا؟ روز یه خواهشی هم اینجا بکنم، الان ما یکی از زنان جوان بسیار برجسته و شاخص رو برای اولین بار در یک وزارتخانه زیربنایی معرفی کردیم به مجلس. ما خواهش اون از مجلس اینه که عنایت کنن به این راهبرد. یک سوالات بی ربطی مطرح میشه که شما زن میخوان بره، وزیر زن بره تو جاده؟ ببینید، یا زنان ما رو نشناختند، یا به هر حال دنبال همون نظام مردسالاری هستیم که در بین 19 تا 20 تا وزیر یه وزیر زن رو نمیخوان تحمل کنیم. حالا هر کدوم هست اشتباس. من خواهشم از شماها اینه که تلاش بکنید که انشالله خانم دکتر صادق با رأی بالایی انشالله با افتخار پیدا بکنیم که در دولت در خدمتشون هستیم. اما علاوه بر واکنش نصف نیمه عارف به حواشی معرفی کابینه و استعفای ظریف، علی اصغر شفیعیان مدیر انصاف نیوز و عضو تیم رسانه‌ای رئیس جمهور با انتشار توییتی نوشت: برای آنکه صدای بی صدایان باشیم، ابتدا باید آن صداها را شنید. صدای اعتراض و انتقاد بی صدایان در 24 ساعت گذشته به خوبی شنیده شده و مورد توجه دولت قرار خواهد داشت. موج بحث درباره لیست کابینه ما به صدا و سیما هم کشیده شد، جایی که مصطفی پوردهخان نماینده مجلس گفت کابینه خوب نیست. کابینه اون چیزی که مردم عزیز ما که رفتند رأی دادند، آقای دکتر پزشکیان خوب نیست. چرا؟ آن چیزی که شما به مردم قول دادید این نبود. آقای دکتر پزشکیان، ما هفته قبل خدمت شما بودیم و اون چیزی که امروز میبینیم هفته قبل بدتر بود. یعنی ببینید، بحث انسانها نیست، بحث افراد، به قول معروف همه افراد محترمن، همه تفکرات محترمن، منتها شما نماینده یک سلیقه از مردم هستید. خب مردم اومدن در بین یک دوراهی انتخاب کردن این تفکر رو. شما نشستید، بنده و یک با آقای جلیلی نشستید، آقای پزشکیان و آقای جلیلی، دو تا حرف متفاوت در مورد سبک مدیریت کشور. بله، بنده هم موافقم با دکتر محمودی، هر دو در قالب نظام تعریف میشن، هر دو ولایت مدارن، هر دو مردم رو دوست میدارن، هر دو در شرایط خاص کشور ورود کردن، در جنگ بودن، در شرایط کشور. ولی مردم راهی رو انتخاب کردن که راه دکتر پزشکیان، مهر دکتر پزشکیان بر روی این کابینه نیست. اسحاق جهانگیری هم در واکنش به این اتفاقات نوشت رابطه میان رئیس جمهور و حامیان و پایگاه رأیش نیز دو طرفه و تعاملی است. مقدورات و معذورات را میتوان و باید با گفتگو و از طریق ارتباط با بدنه اجتماعی در حد امکان بیان کرد. به حفظ نیروهای توانا و مؤثر برای کشور کوشید. به رغم همه اینها و با وجود نقدهای بجا و نابجا، نباید پزشکیان را تنها گذاشت.
همچنان اما مسعود پزشکیان واکنشی به انتقادهای کابینه پیشنهادیش و استعفای ظریف نداشته، گرچه عضو تیم رسانه‌ای او تاکید کرد که این صحبت‌ها را شنیده ایم، اما نحوه برخورد پزشکیان با این اولین موج نارضایتی تقریبا تکلیف هواداران اون رو در ادامه راه روشن می‌کنه. نظر شما چیه؟ حتما نظرات خودتون رو تو قسمت کامنت با ما مطرح کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد کانال تماشاچی رو سابسکرایب کنید تا در جریان آخرین اخبار و حواشی ایران قرار بگیرید.